سلام مخاطبان عزیز، در ادامه حل نمونه سوال امتحانی برای ریاضی 3 و حسابان 2 پایه 12 رشته علوم تجربی و رشته ریاضی فیزیک به سوال 3 رسیدیم. اما در مورد سوال 2 من یه نکته ای رو بگم. ما اونجا وقتی که نمودار رو رسم کردیم صعودی و نزولی رو گفتیم، در صورتی که سوال کرد پرسیده بود اکیداً صعودی و اکیداً نزولی و ثابت مشخص کنید. نمودارش اینجوری بود دیگه، این مال قسمت x کوچکتر از 0، اینم برای قسمت مساوی با 1 بین 0 و مساوی با 1 و برای بزرگتر از 1 هم که x منهای 1 به این صورت. من اونجا گفتم منهای بی نهایت تا 1 صعودی، درستم هست، صعودیه، اما اکیداً صعودی از منهای بی نهایت تا صفره. بریم ادامه بعد اینم تکمیل کنیم. از صفر یه نفر میتونه اینجوری بگیره، از صفر تا مثبت بی نهایت نزولی، اما از 1 تا مثبت بی نهایت چی؟ اکیداً نزولی. این قسمت ثابت باعث میشه که از اکید بودن بیفته. با رسم نمودار وضعیت یک نوایی تابع نمایی، توان داره، نما داره، تابع نمایی بهش میگن، بررسی کنید. دو به توان x رو باید حفظ باشید، نه که دقیقاً اما حدودی. میدونید شما x رو که اضافه میشه بهش همینجور 2 به توان 1، 2 به توان 2، 2 به توان 3 همینجور اضافه میشه. 2 به توان 0 چی میشه؟ 1. بنابراین از 1 0 و 1 میگذره. بعد همینجور توانای منفی، 2 به توان منفی بی نهایت میشه 1 به روی 2 به توان بی نهایت به 0 میل میکنه. به این صورت اینجوری میاد، این 2 به توان x. حالا وقتی که میگه 2 به توان x منهای 1 انتقال دیگه، یه دونه میاد پایین. با سبد من نشون بدم چجوری میاد پایین. این 0 و 1 از 0 و 0 میگذره، بعد اینجا نزدیک میشه به محور x، اینجا نزدیک میشه چی؟ بله به y مساوی منهای 1. اصلا اینجوری. حالا بریم ضابطش رو پیدا کنیم. 2 به توان x منهای 1 مساوی با y. میدونیم باید x رو بر حسب y به دست بیاریم. y به علاوه 1 مساوی با 2 به توان x. تا به خطی بود راحت شما میتونستید وارونش رو به دست بیارید. y منهای 1 دوم، بعد میشه y مساوی با x منهای 1 دوم. اما اینجا تابه رو بعد از لوگاریتم استفاده کنیم. میگیم لوگاریتم. تعریف لوگاریتم چی بود؟ مثلا لوگاریتم a b c، b به توان c مساوی با a. خب الان ما هم در حقیقت اینو داریم، 2 به توان x مساوی y به علاوه 1. پس میگیم لوگاریتم عدد جلوی لوگاریتم، یعنی y به علاوه 1. 2، تعریف لوگاریتم رو میبینید، 2 به توان x مساوی y به علاوه 1. پس برای تنها کردن x اومدیم از لوگاریتم استفاده کردیم. این دوتا معادله همن، یعنی اگر داشته باشیم y به علاوه 1 مساوی 2 به توان x، لوگاریتم y به علاوه 1 در مبنای 2 مساوی x. حالا که x تنها شد، جای x و y رو عوض میکنیم، میشه y مساوی با لوگاریتم x به علاوه 1 تو پرانتز باید بذارید، دقت کنید نذارید، اون وقت یعنی لوگاریتم x به علاوه 1. الان این لوگاریتم x به علاوه 1 در مبنای 2، خوندنش هم میبینید متفاوته. حالا میخوایم اینو از طریق رسم، میدونید لوگاریتم x چجوریه؟ که لوگاریتم x 1 باشه عد 1 و 0 میگذره. حالا یه دونه اومده چی؟ سمت چپ. بله همینی شد که بله اینجا
انهای یک مماس نه نزدیک ببخشید اینجوری. پس به این صورت نمودار تابع وارونش به دست میاد. اما بریم سوال چهار که سوال خیلی خیلی مهمی هستش از انقباض، انبساط، انتقال. اول از همه ایگرگ مساویه با دو تا نمودار خواسته. معمولا یه دونه میدن تو امتحانا، خب میخواد تمرین بیشتری انجام بده، زیادم سخت نیست. ببینید چجوری انجام میدم، خیلی راحت. این دو ایکس یعنی چی؟ انقباض، نصف شدن، یک دوم شدن. یک دوم شدن دامنه. یعنی چی یک دوم شدن دامنه؟ اینجا نشون بدیم، یعنی این 4 و 3 میشه 2 و 3. نقطه های کلیدی این نقطه هاست، چون بینشون خطوطه، مثل مثلث که فقط رأساشو لازم دارید، اینا خطوط شکستن. این نقاط کلیدی رو پیدا کنید، بعدن به هم وصل میکنید. این 4 طولش نصف بشه میشه چند؟ 2. عرضشو کاری ندارید، 2 و 3. این 0، 0 هم نصف بشه هیچی، منهای 1 میشه چی؟ این منهای 1/2، این منهای 5. میشه منهای 5/2. اینم منهای 2 در جاش هست. خب به این صورت میشه تقریبا. ولی شما دقیق حتما با خطکش رسم کنید، میاد اینجا منهای 1/2 این، از اینجا رسم میشه بگیم. بعد 1/2 این 1/2 پشت انقباضه. بله شما میگید 2، بله توی پرانتز فرق میکنه، عکسه. این 1/2 پشت انقباضش یه عمودیه. عمودی یعنی چی؟ یعنی الان اینجا 3 هست، چند و چند بود؟ 2 و 3 بود. حالا میشه 2 و 1/2. کجاست؟ اینجاست. بعد من اینم که بله، اینم 0 و 1/2. خب منهای 1/2 و 0 عرض، با عرضا کار داریم، خودشه 0. بله اینجا منهای 2 رو داریم که میشه منهای 1، یعنی منهای 5/2 و منهای 1. به این صورت این قرمز شد. حالا بریم سراغ منفیه f منهای x. یه بار باید قرینه کنیم نسبت به محور x، یه بار قرینه نسبت به محور y. روی همین انجام بدم. این 4 و منهای 3 اینجوری، بعد میاد قرینه میکنیم این دبستان اینجوری، بعدم امتداد نداره، یه خود شکسته. منهای 2 اینجاست، اینجوری میشه. حالا همین قرمزه رو قرینه کنید نسبت به محور ایگرگا. من قرینه کنم این اول، این بالاش رو قرینه کنم. این منهای 5، بنابراین میشه تا 5. بعد اینم 2، بنابراین اینجوری 5 و 2 اینجا. بعد اینجا قرمز اینجوری و به این صورت تا 4، این تا 5. برای دو تابع F و G ضابطه و دامنه تابع F و G رو به دست بیارید. میگید F و G، F و G X یعنی F G X. X باید اول وارد دامنه، یعنی وارد تابع G بشه، یعنی عضو دامنه G باید باشه که بتونه وارد تابع G بشه، و بعد این علامت و G X باید عضو دامنه F باشد. بریم ببینیم دامنه G چیه. یه تابع رادیکالیه، فرج زوجه، زیرش باید بزرگتر مساوی 0 باشه، تعیین علامت
درجه دوه. دیگه سریع ریشه ها رو که پیدا کردیم اینجا به ترتیب بذاریم، 0 و 1 علامت ضریب x رو دیگه نباید بیاید ضرب کنید، انقدر باید مسلط بشید، پس میشه بین 0 و 1. این دامنه تابع g و g x باید عضو دامنه f باشد. دامنه F چیه؟ X دامنه F مخالف ریشه، مخرج نباید صفر باشه دیگه، مخالف مثبت منفی 1. ببینیم آیا اصلا این میتونه مثبت منفی 1 باشه یا نه. X در 1 منهای X مساوی منفی 1 که نمیتونه باشه، چون بله رادیکال فرجه زوج مساوی 1 میتونه باشه. ببینیم x به توان 2 برسونید، چون مثبت اصلا هم نگران نباشی، همه چی رعایت شده، هر چی جواب به دست بیاد درسته. x 2 منهای x به علاوه 1، بله دلتاش کوچکتر از 0 شد، معنیش اینه که اصلا جواب نداره، یعنی مساوی 1 نمیشه، بنابراین هر چی دوست داره gx به دست بیاد مشکلی نداره. دیگه x رو به دست آوردیم، میتونیم بذاریم توی تابع f. بنابراین دامنش و دامنه f، نه ببینید دیگه x عضو دامنه f باید باشه. این جمله رو دقت کنین، ما نمیگیم بین x عضو دامنه g و x عضو دامنه f اشتراک بگیریم، بعدن شما بگید آقای رضا این 0 و 1 هست اون مخالفه، بعدن اشتراکش میشه بازه بازه 0 و 1. نه، ما بین چیا داره اشتراک میگیریم؟ جملاتمون چیه؟ جملاتمون یکی x بین 0 و 1 و gx عضو دامنه f. عضو دامنه f دیدیم هر چی باشه gx عضو دامنه f هست، چون دامنه f مشکلی برایش ایجاد نکرد. دامنه f درسته x مخالف مثبت و منفی 1 بود، gx هم مخالف مثبت و منفی 1 همواره، gx مخالف مثبت و منفی 1. وقتی gx مخالف مثبت و منفی 1 به ازای هر ایکسی، به ازای هر ایکسی، این هر ایکسه، اینا بسته 0 و 1. بنابراین دامنه جی او اف میشه، بنابراین دامنه اف او جی میشود بسته 0 تا 1. اما ضابطه تابع اف او جی هم میخواد، یعنی به جای ایکس توی اف بذاریم جی ایکس، چی میشه؟ اف او جی مساویه با یه رنگ دیگه بنویسم، میشه 1 به علاوه رادیکال x در 1 منهای x به توان 2. میگه آقای رضایی خب توان رادیکال با هم ساده میشه دیگه، میاد بیرون. درسته، اما ما اینجوری مینویسیم تا یه نفر اگر خواست دامنه f و g رو بعدم بگیره بدون از چی به دست اومده. اگر ما ساده شدهش رو بنویسیم فرق میکنه، مثل این میمونه x به روی x، آیا ما میتونیم بگیم مساوی با 1؟ نه، این یه چیز دیگه است. اگر یه نفر بگه fx مساوی x به روی x، gx مساوی با 1، این دوتا با هم یه فرقی دارن، x مخالف با 0. این هم وقتی به این صورت مینویسیم یه دامنه ای داره دیگه، زیر رادیکال باید مثبت باشه. اما ساده شده شو من بنویسم ببینید چیه، مخرجش نباید صفر باشه، اما از لحاظ مثبت و منفی بودن مشکلی نداره این یکی، پس فرق دارن با هم دیگه. اینجوری می نویسیم و اگر خواستیم ساده کنیم اون وقت شرایطش رو باید حتما بذاریم دیگه، x چی شده که این شده به صورت چند رابطه ای قدر مترقی.